ماهیانه همیاری کنند مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام رو تا این پرچم برای همیشه در اهتزاز بماند و مایه افتخار و مباهات باشد. ما الان نیاز به همیاری و مساعدت شما عزیزان داریم. با کمال افتخار در چند متری حریم مقدس حضرت دوست دست گدایی خودمون رو با عزت و افتخار دراز میکنیم در برابر تمامی شما عزیزان تا حجت رو تمام کنیم، تا اون دنیا کسی نگه ما نمیدونستیم، از طرق مختلف اطلاع رسانی شد. آنچه که شرط بلاغت بود به جا آورده شد. شما خود میدانید و خدای خود و ارباب خود، شمایی که مدعی هستی و شبان روز این جملات رو لقلقه زبانت کرده ای که لبیک یا حسین. این لبیک یا حسین صرفا به زبان نیست، این ارواحنا لک الفدا یا حسین به زبان گفتن و به زبان جاری ساختن صرف نیست، این به ابی انت و امی یا حسین گفتن صرفا به زبان جاری ساختن نیست، بازی با کلمات نیست. اگر که واقعا مرد میدان نیستیم اعلام بکنیم، اگر واقعا نیستیم تکلیف خودمون رو با خودمون و خدای خودمون روشن بکنیم. حقیقتا روی خوشی ندارد، روی خوشی نداشت. من مکررن عرض کردم، باز هم عرض میکنم، حقیقتا روی خوشی نداشت که شبکه امام حسین علیه السلام بعد از 6 سال که روی خودش رو با سیلی سرخ نگه داشته بود الان بیاد و تقاضای کمک و مساعدت کنه. هزینه اداره یک شبکه ماهواره شیعه در ماه مگر چقدره؟ هزینه ابتدایی اداره یک رسانه شیعی یک شبکه حداقل 100,000 دلار در ماهه. این 100,000 دلار چقدره مگر؟ طبق آماری که اعلام شده به صورت رسمی 500 میلیون نفر و آمار غیر رسمی حدود 1 میلیارد شیعه در اقصانقاط این کره خاکی دارن یا حسین و یا علی و یا زهرا میگن. ما فقط به 600 نفر از این جوانمردان نیاز داریم، به 600 نفر از این حسین گویان. مرحوم آیت الله العظما حاج سید محمد شیرازی رضوان الله تعالی علیه حدود 15 سال پیش توصیه میکردن به جوانا که شما باید یک شبکه بزنید به 40 زبان زنده دنیا. 40 زبان زنده دنیا، حرف کوچیکی نیست ها، شبکه بزنید به 40 زبان زنده دنیا. و اگر شما ما رو یاری نکنید اون 37 شبکه دیگر رو نمیتونیم بزنیم. ما 3 شبکه رو تا الان با همت و یاری شما عزیزان به راه انداختیم. 37 شبکه دیگه که به 37 زبان دیگه قرار راه اندازی بشه، هرچی شما بیشتر ما رو یاری کنید ما نزدیکتر میشیم به هدف خودمون، راه اندازی 40 رسانه شیعی به نام مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام به 40 زبان زنده دنیا.